شب آشورا امام حسین رضی الله تعالی عنه تمام شب را با دعا و نیایش و نماز و عبادت سپری کردند در پاسی از شب خواهرش زینب زمزمه های امام حسین را شنید که ایشون از دنیا ناپایداری و بیوفایی دنیا گلایه می کرد و در این زمینه شیری خواند. زینب رضی الله تعالی عنها نتوانست خودش را کنترل بکند دوید رفت نزد حسین رضی الله تعالی عنه و گفت که واثق الله وای بر من لیت الموت و اعدمن الحیات اليوم کاش من قبل از این میمردم و این صحنه و این روز را رو نمیدیدم مادرم فاطمه فوت کرد و همچنین پدرم علی و برادرم حسن الان هم نوبت تو هست تو تنها یادگار آنهایی برای من هستی حسین رضی الله تعالی عنه گفت که یا اخیه لا یذهبن بحلمک الشیطان واظب باش که در این لحظات شیطان بر تو غالب نباشد زینب گفت که جان من فدای تو باشد حسین رضی الله تعالی عنه یک مثلی را که عرب ها دارند به زینب گفت که لو ترک القطا لیلا لنام اگر پرنده را شب راحت میگذاشتند میخوابید قطا پرنده ای هست شبیه به کبوتر سنگخاره یا کوکر اگر میگذاشتند که بخوابد شب میخوابید نمیپرید پرواز نمیکرد یعنی اشاره به این که این جریان که به اینجا ختم شده برخلاف اراده و خواست امام حسین بوده وقتی که این مثل رو امام حسین رضی الله تعالی عنه گفت زینب بیهوش افتاد حسین رضی الله تعالی عنه رفت آبی آورد و بر روی خواهرش باشید تا اینکه به حال آمد و حسین رضی الله تعالی عنه آخرین وصیتش را به خواهرش این گونه کرد که خواهر من اتق الله از الله متعال بترس پرهیزگاری و صبوری بکن و تعزی بعزاء الله و در هنگام مصیبت صبر و شکیبایی بکن و علمی ان اهل الارض یموتون و اهل السماء لا کن بدان که همه مردم روی زمین میمیرند حتی اهل آسمان و فرشتگان آنها هم فتا میشوند و هر چیزی غیر از الله متعال فنا خواهد شد همه موجودات و انسانها فنا شدنی هستند ابی خیر و منی پدرم علی از من بهتر بود از دنیا رفت مادرم فاطمه از من بهتر بود از دنیا رفت برادرم حسن از من بهتر بود از دنیا رفت از همه اینها لی و لهم و لکل مسلمین به رسول الله اصوه از همه برتر و بالاتر رسول الله صلی الله علیه و سلم از دنیا رفتند و همه امت در واقع مصیبت وفات ایشان را چشیدند با این جمله ها و سخنان امام حسین رضی الله تعالی عنه خواهرش را آرام کرد بعد از آن وصیت معروف و مشهوری بیشان کرد که این وصیت هم از طریق اهل سنت روایت شده تبری و همچنین در مستدرک الوسائل و شیخ مفید در ارشاد و منابع دیگر آمده که امام حسین رضی الله تعالی عنه فرمود که یا اختاه خواهر من اینی اقسم علیک من قسم میخورم به تعبیری تو را قسم میدهم فعبری قسمی این قسم مرا نشکن این وصیت من هست قسم مرا نشکن قسم من این است که الا تشقی علی جیبا که بعد از من در مصیبت من سینه چاک نکن گریبانت را پیراهنت را پاره نکن ولا تخمیشی علی وجها و به خاطر مرگ من صورتت را چنگ نزن و خراش نزن ولا تدعی علی بالویل و ثبور این انا حلکت اگر من مردم وا ویلاو و آه و افسوس و گریه نکن این آخرین وصیت حسین رضی الله تعالی انه به خواهرش بود و اهل بیت هم این گونه بودند در هنگام مصیبت صبورترین انسانها بودند زیرا که شناختی که از الله متعال داشتند امیدی که به ثواب از الله متعال داشتند بالاتر از همه انسانها بود در طول تاریخ گذشته از امام حسین رضی الله تعالی او قبلش در وفات پیامبر علی قبلش هم حمزه جعفر بقیه فرزندان رسول الله صلی الله علیه و سلم سیدنا علی و حسن و عزیزانی که از دست رفته بودند اهل بیت رسول الله صلی الله علیه و سلم هرگز ناشکیبایی و واویلا و نوحه و عزاداری نکرده حتی در این زمینه روایتی هست از امام صادق رحمت الله علیه و رضی الله تعالی عنه که شیخ صدوق در خصال خودش آورده میگوید که هر کس در مصیبت دستش را به عنوان نارضایتی و عذاب به پا و ران خودش بزند فقط تا عمله عملش باطل می شود و این مصیبت برایش هیچ گونه اجر و ثوابی نخواهد داشت و روایات متعدد و زیادی هست که اهل بیت رسول الله صلی الله علیه و سلم از ازاداری و نوه خانی و داد و فریاد و بقیه موارد من کردند و خودشان هم عملا بعد از شهادت حسین و دیگر عزیزانشان این گونه بود